آدریان دو دیدگاه و دو دستگاه نظری متضاد نسبت به انسان رو ترسیم میکنه. یکی دیدگاه و نظرگاه ارتجایی و فروبرنده نسبت به انسانه که برجسته ترین نمونش دیدگاه خمینیه. این دیدگاه قل و زنجیرها رو در دست و پای انسان بیش از پیش محکم میکنه، به طوری که انسان رو در درون خودش زندان میکنه. نظام خمینی از این وسیله برای اعمال سلطه اهریمنی خودش استفاده میکنه. این رژیم همونطور که دشمن آزادی و آزادی خواهی مردم ایرانه، دشمن آزادی انسان هم از قید و بندهای اسارتبار خودش هم هست. در این دستگاه، یعنی در دیدگاه ارتجایی خمینی، انسان موجودی مستأصل و درمانده است که هیچ آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه. در این دیدگاه انسان محاط در جبرهاست و هیچ راه نجاتی نداره، در نتیجه باید به شرایط فاشیسم دینی حاکم تن بده. در مقابل این دیدگاه، یعنی دیدگاه ارتجایی و خمینی، دیدگاه خرمریان قرار داره که رشد دهنده و شکوفا کننده انسانه. این دیدگاه درست به عکس خواستار پاره شدن زنجیرها و فرو ریختن قید و بندهاست. بر اساس این دیدگاه انسان تغییر میکنه و تغییر میده، در حالی که در اون دیدگاه انسان اسیر و بنده بیش نیست. خرمریان میگن در انسان توان بی‌نهایت برای رشد و شکوفایی است. آزاد شدن این انرژی ها الزام آزادی مردم ایرانه. شعار خرمریان که میگه میتوان و باید بر اساس همین دیدگاهه، که میگه انسان میتونه و باید تغییر بده. با اتکا به همین دیدگاهی که خرمریان میگه مردم ایران با کمک محمد میتونن این رژیم رو سرنگون کنن و یک نظام دموکراتیک رو در ایران محقق بکنن. این دیدگاه ویژگی های مثبت هر انسان رو میبینه و اون رو روش میده. دیدگاهی که به توانایی های هر انسان ایمان داره و این ایمان به حدی است که انسان ها رو عمیقا تحت تاثیر قرار میده، توانایی های عظیم درونشون رو بیدار میکنه و به حرکت در میاره. جانش بینا میشه، در نتیجه میتونه نیکی ها، پاکی ها و اونچه رو که رحمت و محبت خداییه ببینه و دریابه. در چنین دنیایی اونچه که اصالت داره نه نقص ها و عیب های انسان ها و کمبود های اونها، بلکه اونچه که اصالت داره روابط هر انسان با هم نوعان و همراهان خودشه و میزان فداکاری و مایه گذاری انسانها برای یکدیگر است. نفری که در برابر خمینی ایستاده برای تاباندن این نگاه مثبت به انسان ایرانی، برای جایی کردن این نظریه، همه سختی ها را بر خودش هموار کرد، به دل همه خطرها گام گذاشت. ایمان به این دیدگاه مریم رجوی،
به آنها این نیروی لازم برای پایداری را بخشید. آنها را توانمند کرد که پس ننشینند. بریم هم در قلب این رنج ها بود.